مزمونه که ما در خدمت شما هستیم مزمون فیزیولوژی نباتی هست. در مزمون فیزیولوژی نباتی ما فعل و انفعالاتی که در داخل حجرات نباتی اتفاق میفته مورد بحث قرار بود. اما با توجه به اینکه این مزمون سه کردیت هست و ما مزمون دیگری تحت عنوان فیزیولوژی محصولات زراعتی نداریم و به این مهم هست، سعی میکنیم جنبه های فیزیولوژیکی نباتات زراعی را مورد بحث قرار بدیم که تحت عنوان کراپ فیزیولوژی مورد بحث قرار میدیم و به اونها بیشتر میپردازیم، به خاطر اینکه در رشته زراعت کراپ فیزیولوژی یکی از مزامین اصلی و اساسی و اختصاصی هست که کاربردهای فراوانی برای محصلین داره. ارائه دهنده بنده در خدمت شما هستم، پاهندوی دکتر رامین نظریان، عضو کادر علمی دیپارتمنت آگرونومی پوهنزه زراعت پوهنتون هرات. اهدافی که ما در این درس به اون میپردازیم و مورد بحث ما هست و قرار زیر هست: اول، آشنایی و مبانی و اصول فیزیولوژیکی نباتی هست که ما با اونها خواهیم پرداخت. دوم، به وسیله این آشنایی ما سعی میکنیم که سطح دانش علمی و عملی محصلین ارتقا بدیم. سوم، بررسی و ریشه‌یابی مشکلات کشاورزی کشور هست با توجه به رعایت اصول فیزیولوژیکی که در نتیجه ما بتونیم بر میزان محصولات در واحد سطح اونها را ارتقا ببخشیم و میزان محصولات در واحد سطح در کشور افزایش بدیم. نحوه ارزیابی ما یا پالیسی کورس ما در این مضمون به قرار هست که ما ارزیابی های روزانه خواهیم داشت. در این ارزیابی ها مقداری به حضور محصلین بستگی داره که ما نمره ای برای از او در نظر گرفتیم، 5 نمره. شرکت محصل ما در لکچرهای گروهی و فردی و مباحثی که ما بحث میکنیم در داخل هر صنف، 5 نمره در او در نظر گرفتیم که روزانه صورت میگیره. پرسش و پاسخ هایی که ما خواهیم داشت و همچنین در هر جلسه ما کویزهایی را مربوط به مطالبی که ارائه شده در جلسه قبلی به مطرح خواهیم کرد و از محصلین میخواهیم که آمادگی داشته باشن و همچنین کارهای عملی را ممکنه برای از بسپاریم. در نتیجه اینها مجموعاً 10 نمره در نظر برای از او در نظر گرفتیم. بخش دیگر ارزیابی ما امتحان صنفی هست که تاریخ امتحان ما در هفته 8 پس از شروع سمستر خواهد بود و نمره امتحان ما 20 نمره خواهد بود. همچنین نحوه دیگر ارزیابی ما ارزیابی امتحان نهایی یا فاینال هست که تاریخ امتحان ما 16 هفته پس از شروع سمستر خواهد بود و ما 60 نمره را برای از او قائل شدیم که مجموعاً 100 نمره کل مجموع نمره این مضمون می باشه. نحوه امتحان ما به صورت تحریری خواهد بود که سوالاتی که ما مطرح خواهیم کرد سوالات ممکنه 4 جوابه باشه، سوالات خانه خالی باشه و سوالات جواب کوتاه و همچنین تعریف اصطلاحات به مقدار سوالاتی باشه که نیاز داشته باشه که محصلین تفکر کنن و برای ما جواب سوالات رو بنویسن. برای هر درس همینطور که لازم هست منابع باید معرفی بشه که بر اساس از اونها مطالب
گفته شده. منابع ما کتاب ها هستند، کتاب های مختلفی در زمینه فیزیولوژی در زبان های انگلیسی نوشته شده و میتونیم در رابطه با کراب فیزیولوژی از اونها استفاده کنیم. بیس ها همه یکسان هستند. اما با توجه به اینکه ما در سطح کشور کتاب های ترجمه شده در زبان فارسی نداریم، از کتاب های به حساب ترجمه شده خارجی که به زبان فارسی انجام شده ما میتونیم از اونها استفاده کنیم، که یکی کتاب اصول فیزیولوژی گیاهان زرایی از جناب آقای دکتر کوچکی و سرمد نیا هست که انتشارات جاده دانشگاهی مشهد رو انتشار منتشر کرده، همچنین فیزیولوژی رشد و نمو از جناب آقای دکتر راشد و دکتر کافی هست که او هم از انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد می باشه، و سایر همینطور که گفتیم کتب انگلیسی و تکستبوک هایی که در زمینه کراب فیزیولوژی وجود داره و یا پلانت فیزیولوژی وجود داره، شما میتونید مباحث را که ما ارائه میدیم در اونها جستجو کنیم و به مطالعه از اونها بپردازیم. اما بیایم ببینیم که فیزیولوژی گیاهان زرایی چی هست و چه مطالبی رو احتوا کرده و وجود داره در این، و ما در اینجا میخواییم به اونها بپردازیم چه مطالبی هست. فیزیولوژی گیاهان زرایی یا کراب فیزیولوژی شاخه از علم پلانت فیزیولوژی هست یا علم فیزیولوژی نباتی. متخصصین زراعت و فیزیولوژی به کمک علوم مختلف و علوم پایه از جمله بیولوژی، کیمیا، فیزیک و ریاضیات میتونن به سطوح مختلف یک مسئله آگاهی پیدا کنن. پس ما با توجه به داده های جمع‌آوری شده از طریق علوم پایه، از طریق ریاضیات، فیزیک، کیمیا و بیولوژی میتونیم مسائل مختلف که در بخش زراعت و فیزیولوژی نباتات اتفاق میفته اونها را مورد بررسی قرار بدیم و راه‌حل های اساسی را برای از او پیدا کنیم. پس بنابراین به کمک بیولوژی، به کمک کیمیا، به کمک فیزیک و به کمک ریاضیات ما میتونیم در کل مسائل مختلفی که در فعل و انفعالاتی که در داخل گیاه اتفاق میفته به اونها بپردازیم و راه‌حل های اساسی در زمینه افزایش میزان محصولات در کشور و در زراعت اقدام کنیم و نسبت به حل این مشکلات بپردازیم. اولین پدیده‌ای که در بخش زراعت مهم هست و ما در فیزیولوژی بهش می‌پردازیم پدیده‌ای هست تحت عنوان فتوسنتز. ببینیم فتوسنتز چی هست. فتوسنتز از دو تا کلمه لایت یعنی نور، فوتو یعنی لایت یا نور تشکیل شده و بخش دوم از این سنتز یا ساخته شدن است. پس ساخته شدنی که توسط نور در حضور نور اتفاق می افتره در عنوان فتوسنتز می نامند. پروسیجری هست، پروسه هست، فرایندی هست که توسط از او نبات میتونه کاربون دای اکساید را از هوا بگیره و به کمک آبی که از زمین وجود داره و او جذب میکنه در حضور انرژی نورانی یا انرژی آفتابی بتونه شوگر یا ماده به حساب قند بسازه. کلیه این فعل و انفعالات، این اتفاقات در داخل کلروپلاست به اتفاق میفته. بنابراین
بنابراین فتوسنتز را به صورت خلاصه میتونیم چنین تعریف کنیم و یا خلاصه کنیم که به مجموعه فعل و انفعالاتی که در گیاه با کسب کاربون دای اکساید از هوا و آب از خاک در اثر نور آفتاب یا خورشید اتفاق میفته و منجر به تشکیل مواد عضوی یا عالی میشه تحت عنوان فتوسنتز میتونیم بیان. اما فتوسنتز همونطور که گفتیم زراعت یک سیستمی هست که بهره برداری میکنه از نور آفتاب یا نور خورشید توسط فتوسنتز. پس کشاورزی بدون فتوسنتز امکان پذیر نیست و فتوسنتز بدون انرژی خورشیدی یا آفتابی امکان پذیر نیست. سه مسئله‌ای که با هم لاینفک هستن زراعت، نور آفتاب و فتوسنتز، اینها عوامل اصلی تولید تشکیل می‌دهند. فتوسنتز تنها پروسه بیولوژیکی هست که می‌تونه از نور خورشید در طبیعت استفاده کنه. پس بنابر این تنها پروسه بیولوژیک یا زنده‌ای که از انرژی خورشیدی استفاده می‌تونه بکنه فتوسنتز است. و زندگی انسان ها خلاصه میشه به انرژی خورشیدی و استفاده از انرژی خورشیدی توسط پروسه فتوسنتز. عمل کرد یا میزان محصول تولیدات زراعتی ما بستگی داره به ای که راندمان استفاده از سیستم فتوسنتزی ما چقدر هست، یعنی هرچی ما بتوانیم از میزان نور خورشیدی یا توسط عملیه فتوسنتز بیشتر استفاده کنیم میزان تولید ما بیشتر خواهد بود. بنابراین افیشنسی سیستم فتوسنتزی ما هرچه بالاتر باشد، هرچه راندمان ما بالاتر باشد، میزان تولیدات ما بیشتر خواهد بود. امروزه یکی از کارهای اساسی افزایش میزان کارایی یا راندمان فتوسنتزی هست که منجر به افزایش میزان تولیدات در کشورها شده است. اما اساساً ببینیم فعل و انفعالات فتوسنتزی چگونه اتفاق میفته. همونطور که گفتیم که فتوسنتز و فیزیولوژی نباتی متشکل است یک پروسه بیولوژیک است که توسط فعل و انفعالات کیمیایی و فیزیکی و روابط ریاضی ما میتونیم اونها رو توجیه کنیم. میایم ببینیم که نوری که وجود داره در بخش فتوسنتز به مورد استفاده قرار میگیره چگونه باعث میشه و در چه پروسه قرار میگیره و دارای چه خصوصیاتی هست این نور که مورد استفاده فتوسنتز قرار میده. اساساً در مورد نور دو تا تئوری وجود داره. تئوری حرکت نور، یکی تئوری الکترومگنتیک و دیگری تئوری کوانتوم. در تئوری کوانتوم میگه نوری که در فضا به صورت یک جریانی از ذرات به نام فوتون حرکت میکنه. بنابراین نور در فضا به صورت بسته های تحت عنوان فوتون حرکت میکنه. در حالی که در تئوری الکترومگنتیک میگه نور در فضا به صورت موج حرکت. خب انرژی که هر فوتون داره و تحت عنوان یک کوانتوم نامگذاری کرد. پس انرژی هر فوتون یک کوانتوم است. فوتون هم بسته هایی هست که گفتیم طبق تئوری کوانتوم در فضا به صورت نور به صورت بسته های فوتون حرکت میکنه. هر کدوم از این بسته ها از این فوتون ها دارای انرژی هست که انرژی کوانتوم میگم. هرچه انرژی موجود یک فوتون بیشتر باشه بنابراین سرعت از او حرکت از او
بیشتر خواهد بود. انرژی موجود در یک فوتون متناسب به فرکانس از اون. ببینیم فرکانس چی است. تعداد امواجی که در واحد زمان از یک نقطه معین عبور میکنه تحت عنوان فرکانس نامیده میشه. بنابراین فرکانس یعنی در از یک نقطه در واحد زمان تعداد امواجی که عبور میکنه تحت عنوان فرکانس هست. موج چی هست؟ موج بین طول، بین دو برآمدگی و یا دو فرو رفتگی به حساب یک موج تحت عنوان طول موج میده. حالا اگر در واحد زمان از یک نقطه تعداد این موج هایی که عبور میکنه زیاد باشه، یعنی طول موج های ما کوتاه‌تر از سری تعداد زیاد تیر شده، بنابراین طول موج کوتاه، انرژی بالا. برعکس اگر تعداد امواجی که در واحد زمان از یک نقطه عبور میکنه که معادل تواتر یا فرکانس از او هست کمتر باشه، بنابراین انرژی از او کمتر. پس بنابراین هرچه فرکانس بیشتر باشد طول موج بیشتر، و هرچه فرکانس کمتر باشد طول موج چی هست؟ بیشتر. طول موج کمتر خواهد. طبق رابطه انرژی هر فوتون برابر است با H ضرب در V. انرژی فوتون E هست، H ثابت پلانک هست، یک عدد ثابت، و V یعنی سرعت یا تواتر یا همون فرکانس. فرکانس یعنی طول موجهایی که در ثانیه عبور میکنه. خود فرکانس مساوی میشه با C تقسیم بر لاندا. C طول موج هست، C سرعت نور هست، یعنی 3 ضرب در 10 به توان 10 سانتی متر بر ثانیه، و لاندا طول موج است. حالا میگیم با توجه به هر چه لاندا بیشتر باشد، یعنی طول موج هر چه بزرگتر باشد، مقدار فرکانس چیه؟ مقدار فرکانس کمتر هست. چرا؟ چون لاندا در مخرج کسر قرار داره. هر چه مخرج کسر بزرگتر بشه مقدار وی یا فرکانس کمتر میشه. برعکس هر چه لاندا کوچکتر باشه، یعنی طول موجهای ما هر چه کوچکتر باشه، فرکانس یعنی تعداد امواجی که در واحد زمان از یک نقطه عبور میکنه چی هست؟ بیشتر خواهد بود. بنابراین ما اگر طول موج سرخ را یا قرمز را در نظر بگیریم که معادل 680 نانومتر است، در یک معادله بذاریم، ببینیم انرژی از این چقدر میشه. انرژی مساوی میشه با سی، انرژی ای مساوی میشه با اچ وی او، مساوی میشه با اچ ضرب در سی تقسیم بر لامدا. اچ گفتیم ثابت پلانک، 6.626 ضرب در 10 به توان منفی 34 جول بر ثانیه. سی معادل است با 3 ضرب در 10 به توان 10، یعنی سرعت نور ثانیه در سانتی متر در ثانیه، و لاندا هم که طول موج ما بود میذاریم در مخرج که از 680. حاصل این رابطه مقدار انرژی مساوی میشه با 175 کیلو جول بر مول. انرژی هست که این فوتون ها در طول موج چند دارن؟ در طول موج سرخ دارن، یا 680 مون. حالا اگر ما بیاییم به جای 680 400 رو بذاریم که طول موج بنفش هست، میبینیم تقریبا یک نیم برابر این چی هست؟ کوچکتر هست، 400 تا 680. بنابراین خواسته و ناخواسته مقدار انرژی بیشتر خواهد بود، چون طول موج کوتاه‌تر شده و مقدار از او در لاندا وقتی که قرار بگیره به جای لاندا قرار بگیره مقدار انرژی خیلی بالاتر خواهد بود. بنابراین میاییم طول موج های، میگیم طول موج های از سرخ و بالاتر از سرخ دارای انرژی کمتری هستند، به طول موج های بنفش و پایین تر از بنفش دارای انرژی بیشتر.
فتوسنتز ما دو منطقه جذب داریم، انرژی های طول موج های سرخ ما پایین‌تر و انرژی طول موج های بنفش ما بالاتر هستن. یک مسئله و دوم، دو منطقه جذب داریم در فتوسنتز، یکی منطقه سرخ و یکی منطقه آبی. در منطقه سرخ یک سری مقدار انرژی جذب میشه که حدود چند هست، در طول موجهای 680 تا 700 نانومتر هست و طول موجهای بنفش حدود 400 نانومتر گزارش شده. در این فاصله با دو تا جذبه که داریم، رنگ دانه‌های مختلفی در برگ وجود داره که میتونن این طول موجها رو جذب کنن. از جمله رنگ دانه‌هایی که در پروسه فتوسنتز دخالت دارن، اینها شامل انواع کلروفیل ها، کلروفیل A، کلروفیل B، کاروتنوئید ها، فایکوسینین ها، فایکوئریترین ها هستند که به طور مثال کلروفیل A ما بیشترین جذب نور را در حدود 680 نانومتر، کلروفیل A هست که جذب میکنه و در پروسه فتوسنتز از اون استفاده میکنه، در حالی که کاروتنوئید های ما در محدوده حدود 450 نانومتر اینها میتونن چیکار کنن؟ میتونن جذب داشته باشن و کلروفیل بی ما حد اکثر جذب از اون حدود بین 423، بیشترین جذب داره کلروفیل بی ما، یک جذب مقدار کمی در حدود بین 600-650 نانومتر است. پس بنابراین این رنگ دانه ها هستن که میتونن در دو طیفه، در دو محدوده بین 400 تا 700 نانومتر انرژی خورشیدی را، یا طول موج های خورشیدی را بین 400 تا 700 نانومتر در فتوسنتز مورد استفاده قرار بدن و بعد. بنابراین اون چیزی که در این شکل نمایش داده شده، میبینیم که طول موج های قابل رویت که به اینها به حساب طول موج های فتوسنتزی هم میگن بین 400 تا 700 نانومتر هست که این رنگ های مختلف بین بنفش و آبی و سبز، زرد، نارنجی و قرمز از 400 به سمت 700 نانومتر تغییر رنگ میدن و اینها طول موج هایی هست که در رنگین کمان یا کامند رستم ما این رنگ ها رو میتونیم، قابل رویت ما هستن این رنگ ها رو ببینیم. اونهایی که به سمت سرخ هستن انرژی کمتری دارن حدود 700 نانومتر، اونهایی که به سمت بنفش هستن انرژی بالاتری دارن و تحت عنوان ماورای بنفش. انرژی رنگ های بالاتر از 400 نانومتر میشه به سمت انرژی های، به سمت اشعه های ایکس و اشعه های گاما میره که و از پوست بدن هم اینها میتونن ما در تبابت، در ایکس ری از اینها استفاده کنیم. اینها طول موج از اینها بسیار کوتاه هست و میتونن در بدن نفوذ کنن، در حالی که طول موج های رد یا قرمز و سرخ که 700 نانومتر هستن و از اون پایین تر میشه طول موج های مایکروویو و طول موج های رادیویی، اینها طول موج های بلندی هستند که به راحتی نمیتونه از پوست بدن عبور کنه. بنابراین اینها تحت عنوان از 700 به بالا مورد استفاده فتوسنتز نیستن. طول موج های مایکروویو و رادیویی و همچنین از 400 به بالا یا ایکس ری و گاما، اینها باعث تخریب بافت و سلول ها میشن و در زراعت و فتوسنتز مورد استفاده قرار. بنابراین ساحه نور قابل دید ما بین 400 تا 700 نانومتر، بین 400 تا 700 نانومتر تعیین شده که از اون بیشتر مورد استفاده نیستن. اونهایی که 400 نانومتر هستن دارای انرژی بالای هستن، اونهایی که دارای 700 نانومتر هستن انرژی اونها به قدر پایین هست که مورد استفاده به حساب بخش فتوسنتز و
زراعت قرار نمیگیرن و گیاه نمیتونه توسط از اونها، توسط این طول موج ها اونها رو در فتوسنتز استفاده کنه و نمیتونه اونها رو در تولید مواد عضوی. به طور خلاصه آنچه که گفته شد، واکنش های نوری فتوسنتز نتیجه جذب مستقیم نور توسط رنگدانه ها یا رنگیزه هایی هستند که عمدترین از اینها کلروفیل هست. پس بدون رنگیزه ها یا رنگدانه ها واکنش های نوری فتوسنتز صورت نمیگیره. ما اینجا بینیم واکنش های نوری فتوسنتز، پس حتما واکنش های دیگری هم در فتوسنتز وجود داره که ما در اینجا بخش نوری میگیم، چون بخشی از فعل و انفعالات کیمیایی فتوسنتز نور هست. پس اگر در حضور نور باشد، فتوسنتز ما اون بخشی که در حضور نور انجام میگیره نیازمند چی هست؟ استفاده و جذب رنگدانه ها، جذب مستقیم نور توسط رنگدانه ها. فوتون های ما بین 400 و 700 نانومتر دارای انرژی مناسب جهت انجام عملیه فتوسنتز هستند. سوم، رنگدانه های ما یا رنگیزه های ما نتیجه مستقیم واکنش بین رنگیزه ها و فوتون ها هستند. یعنی نور میای مستقیما با این رنگدانه ها داخل فعل و انفعالات میشه و باعث انجام پروسه فتوسنتز میشه. چگونه؟ اینها مطالبی هست که ما در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد. مسئله بعدی است که مقدار یا میزان نور مصرف شده در فتوسنتز به چه بستگی داره؟ اغلب بر پایه غلظت جریان فوتون وجود داره، یا PFD. PFD یعنی چی؟ P یعنی فوتون فلکس دنسیتی، یعنی غلظت جریان. هر چه میزان فوتون یا غلظت فوتون یا تعداد فوتون هایی که در واحد زمان از واحد سطح عبور میکنه بیشتر باشه، فتوسنتز بیشتر است. همون مسئله ای که ما گفتیم که در واحد سطح، در واحد زمان اگر تعداد بیشتر فوتون عبور کنه، خود به خود ما نور بیشتر خواهیم داشت، شدت نور ما بیشتر بشه، میزان فتوسنتز ما بیشتر خواهد شد. PFD یا فوتون فلکس دنسیتی عبارت است از تعداد فوتون هایی که در واحد زمان از واحد سطح عبور میکنه. پس هر چی تعداد فوتون های ما در واحد زمان در واحد سطح بیشتر باشه، فتوسنتز بیشتر است. اینه برمیگردیم مثال طبیعی از این. در تابستان شدت نور بیشتر از گیاه سریعتر رشد میکنه. چرا؟ چون انرژی خورشیدی بهتر و راحتتر و بیشتر در اختیار از او هست و میتونه چسب کنه. در زمستان که هوا سردتر از شدت نور هم کمتر هست، در نتیجه تعداد فوتون هایی که در واحد زمان از واحد سطح عبور میکنه کمتر است، میزان فتوسنتز کمتر است، ما میزان محصولی که در زمستان برمیداریم بسیار کمتر است، رشد نبات ما در زمستان کمتر است نسبت به زمانی که در تابستان قرار داره. چرا؟ چون میزان نور مصرف شده در فتوسنتز بر اساس PFD یا فوتون فلکس دنسیتی ما، تعداد فوتون های ما در واحد زمان فرق میکنه، در زمستان کمتر و در تابستان بیشتر. اما تشعشعات خورشیدی ما تنها منبع انرژی یا تنبع جهت رشد و نموی گیاهان هستند. پس گیاهان تنها به وسیله نور خورشید هست و تنها منبع استفاده، منبع نور خورشید هست که میتونن فتوسنتز کنن و در نتیجه رشد و نمو کنن. اما نور مرئی ما یا ویزیبل ما، او چیزی که ما صحبت کردیم بین 400 تا 700 نانومتر، حدود 44 تا 50 فیصد مجموعه تشعشعات خورشیدی تشکیل میده که وارد اتمسفر زمین میشه. ما از کل نوری که وارد زمین میشه، وارد جو ما میشه و به گیاه ما میرسه، 100% استفاده نمی کنیم. 50% از این نور
چی هست؟ نور ملی هست. از طرف دیگه مقدار تشعشعات ما که در به زمین میرسه در هر روز بستگی به عوامل مختلفی داره که اونها عبارتن از یک زاویه تابش. زاویه تابش ما بر میزان تشعشعاتی که وارد زمین میشه فرق میکنه. در زمستان آفتاب چی؟ مایل میتابه. در تابستان آفتاب عمود میتابه. در کدام حالت میزان نور بیشتری به زمین میرسه؟ همینطور که میدانیم در تابستان به خاطر که آفتاب نسبت به کره زمین عمود میتابه. اما در زمستان وقتی که مایل میتابد، یعنی طول رسیدن امواج به زمین افزایش پیدا میکنه، بنابراین مقدار انرژی هم که میرسه چی است؟ کمتر است. پس زاویه تابش بر میزان تشعشعات وارد به زمین در هر روز مؤثره. طول روز، طول روزهای ما در کی زیاد است؟ در تابستان ها. در کی کم است؟ در زمستان ها. ما در زمستان کوتاه‌ترین طول روزها رو داریم، به طوری که اول برج جدی طولانی ترین شب رو داریم. یعنی چی؟ یعنی شب یلدا. طول شب ما بسیار زیاده. طول روز ما چندی میشه؟ تقریبا از ساعت 7 صبح اگر حساب کنیم، حدودا از 7 صبح طول روز ما شروع میشه. 7 و نیم شروع میشه طول روز ما تا ساعت حدود 4. 7 تا 4 میشه تقریبا 400 اونج، حدود 7 و 16 تقریبا 9 ساعت. در حالی که در تابستان طول روز ما چقدر هست؟ در تابستان حساب کنید از حدودای ساعت تقریبا ساعت 5 و نیم که حساب کنید تا حدود 7 و نیم 8 یعنی 5 تا 5 میشه 12، 12 تا 2 7 حساب کنیم حدود 14 ساعت، 14 و نیم ساعت ما طول روزهایی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیریم تا حدود 15 ساعت ما تقریبا روزه میگیریم. بنابراین طول روزهای ما بستگی داره به میزان تشعشعات ما که در تابستان مقدار تشعشعات به وارد زمین میشه بیشتر، در زمستان ها کمتر. مسئله بعدی مقدار یا ضخامت اتمسفر هست که نور از او عبور میکنه. خب اگر اتمسفر یا لایه اتمسفر اطراف زمین ما چی باشه؟ تو ضخامت از او بیشتر باشه، خود به خود چی هست؟ به حساب مقدار نوری که به او تا به زمین میرسه کمتر است تا زمانی که چی هست؟ تا زمانی که به حساب ضخامت کمتر میشه. روزهای ابری، ابرها یک ضخامت، یک لایه مانع ایجاد میکنند. روزهای ابری میزان نوری که به زمین میرسه بسیار کم، در حالی که روزهای آفتابی بیشتر. مسئله دیگه همون زاویه تابش، وقتی که میتابه در زمستان لایه طولانی، وقتی که به صورت مایل میتابه لایه بیشتری رو عبور میکنه، طول بیشتری رو عبور میکنه تا نور میرسه به زمین. بنابراین ضخامت این اتمسفر بیشتر است تا زمانی که به صورت عمود میتابه. پس بنابراین مقدار یا ضخامت اتمسفر هم بعد مقدار تشعشع وارد زمین موثره. وجود دیگه مقدار ذرات موجود، روزهایی که ما گرد و غبار داریم در شهر، در آسمان، میبینیم که نور بسیار ضعیف است و کم میرسه به زمین، به این هم موثره بر مقدار تشعشعات وارده و سایر فاکتورهایی که در زمینه ممکنه وجود داشته باشه که ما در اینجا اهم به اونها رو مورد بحث قرار دادیم. اما از میان تشعشعاتی که جذب میکنه خورشید، جذب شده توسط خورشید، توسط گیاهان، ما میبینیم که حدود 75 تا 85 فیصد از این مقدار تشعشعات جذب شده صرف تبخیر آب میشه در گیاه، یا آب از دست. بین 5 تا 10% صرف گرم شدن خاک اطراف میشه و 5 تا 10% صرف گرم شدن اتمسفر اطراف گیاه میشه از میزان تشعشعات جذب شده خورشید توسط گیاهان زراعی. و اون چیزی که برای عملیه فتوسنتز باقی میمانه
بین 1 تا 5% هست. پس ببینید همین 1% یا 5% نور کل خورشید که برای گیاه میرسه باعث میشه که فتوسنتز انجام بشه و فتوسنتز باعث میشه که تولید مواد عضوی داشته باشیم و گیاه رشد نمو کنه. گیاه که رشد نمو کرد بعد از جانوران از او استفاده کنن، انسان ها استفاده کنن و زندگی کره، زندگی روی کره زمین بستگی داره به 1 تا حداکثر 5% به حساب تشعشعات خورشیدیه که صرف میرسه به گیاه به صرف فتوسنتز میشه. پس به ازای 1 تا 5% نور آفتاب هست که این کره زمین به این حالت فعلی موجودات روی از اون میتونن زنده باشن و بتونن زندگی کنن و گیاهان رشد و نمو کنن و انسانها و سایر موجودات از اونها استفاده کنن. خیلی خوب.